سلام، مطلب امروز رو میخوام اختصاص بدم به بررسی یک سری مشکلاتی که به صورت رایج در همکاران دندان پزشکمون اتفاق میفته. این مشکلات رو بررسی بکنیم، بیشتر حواسمون بهش باشه و یه سری راهکارها رو هم برای اینکه دچار این مشکلات نشیم آموزش بدم. اگه دوست دارید آسیب شغلیتون رو بدونید، حتما شغلتون رو توی کامنت ها بنویسین و اون نواحی از بدن که به خاطر شغلتون تحت فشار هستن رو هم ذکر بکنید تا بتونیم توی ویدیوهای بعدی اون رو هم بررسی کنیم. خب، به این تصویر نگاه کنید که دندانپزشک برای کار کردن از ناحیه سر و گردن و ستون فقرات پشتی خم شده. بدن مثل یک خمیره که با توجه به فعالیت‌های بدنیمون، اینکه ما تو چه وضعیتی میشینیم، میایستیم و تو چه حالتی میخوابیم، با گذشت زمان فرم میگیره و این اتفاقی نیست که با در یک روز، یک هفته و حتی یک سال رخ بده. این اتفاق کاملا تدریجی، پیشرونده و بی سر صدا است. حالا ایرادش چیه؟ این وضعیت وقتی زیاد تکرار بشه، عضلاتی که تو قسمت پشتی هستن مثل عضلات رومبوید دچار افزایش طول میشن، کش میان و ضعیف میشن و عضلات قسمت جلوی بدن مثل فرضاً عضلات سینه یا پکتورال کوتاه میشن و جمع میشن. خب اولا زشته، یعنی فرم بدنی فرد خیلی نامناسب میشه، ظاهر فرد رو به هم میریزه و از طرفی میتونه دلیلی باشه برای ایجاد دردهای ناحیه گردن، شونه و کتف. بریم تصویر بعدی. صندلی کار این همکار دندونپزشکمون تکیه‌گاه نداره، یعنی ناحیه پشتیشون خالیه. خود همین یه بهونه مهم دیگه است واسه ایجاد درد در ناحیه گردن، کتف و شونه. و اما تصویر بعدی. تو این عکس یه نکته ریز مهمی وجود داره. همکار دندونپزشک ما زیر آرنجش خالیه، یعنی در واقع تکیه‌گاه نداره و کل وزن دستش رو باید عضلات نگهدارنده شونه و کتف نگه دارن. همین موضوع کافیه که تو عضلات بالایی شونه مثل دلتوئید، ترابز، لیویتور اسکاپولا، ترس ماژور و مینور و رومبوئید تریگر پوینت ایجاد بشه که هم خودش خیلی دردناکه و هم درمان کردنش کار خیلی سخت و دردناک. نکته مهم بعدی اینه که همه ما یه دستمون دست قالبمون هست که بیشتر کارهامون رو با اون دست انجام میدیم. این موضوع مخصوصا تو افرادی که مهارت‌های دستی انجام میدن که موضوع بحث ما دندون پزشکا هست الان، باعث میشه که تو بعضی مواقع ما کج بشینیم و این کج نشستن سالها و سالها ادامه داره. کج نشستن یعنی فاصله طولی بین شونه و لگن به یک سمت کمتر از سمت مقابل بشه و این یعنی ستون فقرات به یک سمت شکم بندازه. اگه بخوام واضح تر بگم، وقتی از روبرو ما به ستون فقرات نگاه میکنیم باید یک خط صاف ببینیم، ولی تو اینجور مواقع عادت به یوری نشستن موجب میشه یه قوس نابجا رخ بده تو بدن که هم باز خیلی زشته و به اندازه کافی یک عامل قویه که توی نواحی مختلف ستون فقرات از گردن گرفته تا نواحی پشتی بین دو کتف و کمر ایجاد درد بکنه. خب به نظرم دیگه خیلی شلوغش نکنیم، نکات ریز خیلی داره. من سعی کردم که مهمتریناشو انتخاب بکنم و توضیح بدم. باز هم اگه ریز بشیم توی کارهای روزمره و عادتهایی که هر فرد به صورت شخصی میتونه داشته باشه در انجام کارش در طی روز، نکات خیلی 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 بیشتری رو میشه پیدا کرد که خودشون به تنهایی میتونن عامل ایجاد کننده درد اون فرد باشن. بریم ببینیم که چیکار باید کرد. وقتی فردی به ما مراجعه میکنه و از شغلش میگه، ما با توجه به وضعیت‌های بدنی که فرد به خودش میگیره و کارهای تکرار شونده‌ای که انجام میده، پیشاپیش یه حدسایی میزنیم که اکثر موارد هم درست از آب در میاد و حتی قبل از اینکه فرد مشکل اصلیش رو هم عنوان بکنه. با توجه به توضیحاتی که قبل‌تر دادم در مورد حالا این شغل به خصوص، یعنی دندانپزشکی، کار سختی هم نبود. خب توصیه‌مون به همکاران کم سن و سال‌تر و جوان‌ترمون اینه که ورزش هایی که در انتهای ویدیو من میگم رو به صورت پیوسته انجام بدید، حتی زمانی که مبتلا به دردهایی که توضیح دادم نیستین. این کمک میکنه که ما به اون مراحل اصلا نرسیم. اما اون دسته از عزیزان که تغییرات بدنی که توضیح دادم رو تو بدنشون دارن میبینن، مثلا شونه های به سمت جلو اومده دارن، وقتی که فرزند دراز میکشن شونه ها نسبت به تخت بالاتر قرار میگیره و رو هواست و یا بدتر از اون دچار قوز پشتی هستن یا یه قدم جلوتر، این تغییرات بدنی رو دارن و تو نواحی توضیح داده شده مثل گردن، کتف و کمر
احساس درد و ناراحتی دارن، حتما باید به صورت حضوری مراجعه داشته باشن. ما زوایای بدنیشون رو بررسی بکنیم، هم فرم بدنیشون رو بتونیم اصلاح بکنیم و هم اینکه به مراحل جلوتر نرن، آسیب ها آسیب بافت سخت نشه که درمانش یه مقدار سختتر میشه و درمان های سختری رو ممکنه نیاز داشته باشه. بریم ورزش ها رو با هم دیگه ببینیم. سه ورزش اول شبیه هم هستند و تفاوتشون توی وضعیت قرار گرفتن سر هست. روی یک صندلی بشینید و با یک دست لبه صندلی رو بگیرید و دست دیگر رو از روی سر رد کنید و روی گوش مقابل قرار بدین. سر رو به سمت شونه بکشید تا در بخش کناری گردن احساس کشش کنید. این کشش رو تقریباً 20 تا 30 شماره نگه دارید و با سمت مقابل هم همین حرکت رو تکرار کنید. با دست چپ لبه صندلی رو بگیرید و سرتون رو به سمت بالا بچرخونید و به چپ نگاه کنید. حالا با استفاده از نیروی دست راست سر رو به شونه سمت راست نزدیک کنید تا در قسمت کناری گردن احساس کشش بکنید. این کشش رو 20 تا 30 شماره نگه دارید و با سمت مقابل هم همین کار رو تکرار کنید. با دست چپ لبه صندلی رو بگیرید و این بار سرتون رو به سمت پایین بچرخونید و به راست نگاه کنید. حالا با استفاده از نیروی دست راست سرتون رو به سمت راست و پایین بکشید. این کشش رو 20 تا 30 شماره نگه دارید و همین کار رو با سمت مقابل هم تکرار کنید. دست راستتون رو پس سر بذارید و حالا بخش بالایی توراسیک رو به همراه سر به بالا و راست حرکت بدین. به حالت اولیه برگردین و این حرکت رو 20 مرتبه تکرار کنید. همین تمرین رو با دست چپ هم انجام بدین. روی زمین روی زانوهاتون بیستین و دستهاتون رو از آرنج روی صندلی که روبروتون قرار گرفته بذارید. حالا بدنتون رو به سمت زمین هل بدید تا در قسمت قوس توراسیک احساس کشیدگی بکنید. این تمرین رو 30 مرتبه تکرار کنید. روی یک توپ ورزشی بزرگ مثل من دراز بکشین و بخش بالایی توراسیک رو به سمت عقب کشش بدید. این تمرین رو هم 20 تا 30 بار تکرار کنید. انجام این ورزش ها کمک میده تا بخش زیادی از نیرویی که در طی کار با بیمار میخواد فرم شونه ها، گردن و توراسیک شما رو به هم بریزه بتونیم خونسا کنیم. روبروی یک کنج دیوار وایسین و دستهاتون رو از بخش ساعد روی دیوار قرار بدین. زاویه آرنج و شونه هم باید 90 درجه باشه. حالا بدنتون رو توی کنج دیوار هل بدین تا توی قسمت جلویی سینه یعنی عضلات پکتورالتون احساس کشش کنید. این کشش رو هم 30 شماره نگه دارید. همین تمرین رو در حالتی که آرنجتون صافه و زاویه شونه با بدن 120 درجه هست هم تکرار کنید.